اعتبار سخنرانی هست آراء دموکراتیک علمای مشروطه، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و شیخ محمد اسماعیل محلاتی. اینکه چرا این عنوان برای سخن امروز انتخاب شده، در واقع ادامه سخنرانی دکتر ضیایی است در قرن اخیر. در واقع این بحث عقل ورزی، خرد ورزی ایرانیان در عرصه حکمت عملی، اون هم در قرن معاصر، 100 سال از پیروزی نهضت مشروطه می‌گذرد و ما هنوز نیاز داریم که این مکتب رو دوباره بخوانیم، بازخوانیش بکنیم و این تجربه را در ایران معاصر پیگیری کنیم. هنوز نیاز داریم بخش‌های ناشناخته از مشروطه باقی مونده. سال گذشته 48 رساله مشروطه منتشر شد که حدود 20 رسالهش تازه بود و این نشون میده که بخش‌های مهمی از تاریخ ما هنوز منتشر نشده. 3 سال پیش، 4 سال پیش من کتابی منتشر کردم به نام سیاستنامه خراسانی، در واقع مجموعه رسائل و مکتوبات آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، رهبر دینی نهضت مشروطه. بعد از 100 سال شرمنده‌ام که بگویم آراء سیاسی مهمترین رهبر مشروطه در کشور خودش منتشر نشده است. خب این نشون میده که ما خیلی راه درازی داریم برای حداقل جبران آنچه که تاکنون انجام ندادیم. و بعد از تحقیق به این نتیجه رسیدم، این رو میشون انتهای صحبت بکنم، ولی فقط برای توجه شما به اهمیت مطلب در ابتدای سخن بهش اشاره میکنم. اگر رهبران انقلاب اسلامی ایران آراء آخوند خراسانی و همفکرانش را میدانستند، مطالعه کرده بودند، قطعاً مسیر انقلاب اسلامی ایران به گونه دیگری رقم می‌خورد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه دیگری نوشته می‌شد. یعنی این مقدار این آراء اینها برای ما اهمیت داره. به برخی سرخط‌های اون من اشاره خواهم کرد و فکر می‌کنم شما هم تصدیق خواهید کرد که بعد از آراء سیاسی که ما در زمان در قرن چهارم داشتیم و فارابی اولین فیلسوف سیاسی و با همه تأسف آخرین فیلسوف سیاسی ما هم بوده، یعنی ما در عرصه حکمت عملی فلسفه سیاسی یک تک ستاره داشتیم و داریم و بعد از آن با یک گسست تاریخی مواجه شده ایم. اگرچه فیلسوفان متعددی داشته ایم و داریم، اما در حوزه حکمت عملی به خصوص در عرصه فلسفه سیاسی دست ما چندان پر نیست و بعد از فارابی نوعاً به تکرار افتاده ایم. یعنی آنچه که در مسکویه رازی، در خواجه نصیرالدین طوسی، در جلال الدین دوانی و دیگران نوشته شده به نوعی تکرار همان چیزی بوده و اون هم در سطح ناظرتر، نه در اون سطح متعالی که فارابی بهش پرداخته بود، تا میرسیم به زمان معاصر. یکی از امتیازات اندیشه شیعی که سخنران قبلی به خوبی بهش اشاره کردن، مسئله عقل در تفکر شیعیست. اصول کافی ما اولین کتاب حدیثی شیعه با کتاب توحید یا کتاب نبوت همچنان در صحیح بخاری و صحیح مسلم آغاز نمیشه. به نام خداوند جان و خرد آغاز می شود و فردوسی معاصر کلینی است و کلینی با کتاب عقل و جهل کتاب خود را آغاز می کند و کتاب توحید کتاب سوم این مجموعه است، بخش سوم این مجموعه است. یعنی ابتدا با عقل آغاز می کند. لذا این مسئله خردورزی در علم فقه و علم اصول ما هم تأثیر جدی و مستقیم و فراوان داشته است. یکی از رازهای پویایی اندیشه فقهی شیعه، فارغ از اندیشه فلسفی، فارغ از اندیشه عرفانی که این رو بیشتر اطلاع داریم، حتی اندیشه فقهی، این که عقل در
اصول فقه شیعه منبع چهارم محسوب می شود. یعنی بعد از کتاب و سنت و اجماع عقل خودش می تواند مرجع حکم شرعی محسوب شود و تأثیر این زمانی مشخص می شود که یک فقیه طراز اول، یک فقیه اصولی وارد عرصه حکمت عملی می شود و وارد عرصه فلسفه سیاسی می شود. نکته که امروز می خوام به صراحت بهش تأکید کنم اینه که در ایران، در تاریخ اندیشه ایران، فقیهان اصولی ادامه دهندگان فیلسوفان سیاسی هستند. فی الواقع در قرن اخیر ما هیچ فیلسوف سیاسی نداریم، اما فقیه اصولی داریم که کارکردش دقیقا معادل فیلسوف سیاسی است و بارزترین چهره آن آخوند خراسانی است. چرا این را ذکر میکنم؟ به خاطر اینکه اهمیت این عالم به میزانی است که من در یکی از مقالاتم ذکر کردم. او صاحب یک مکتب است، یک اسکول دارد و این مکتب میتوان نام آن را مکتب سیاسی نجف گذاشت با مکتب سیاسی قم که مولد انقلاب اسلامی است. نه تنها رقابت میکند بلکه 80 سال قبل از آن جلوتر است. 80 سال قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب مشروطه اتفاق میفته، اما رهاورد مدرسه سیاسی آخوند خراسانی و شاگردانش و همفکرانش به شهادت نکاتی که ذکر خواهم کرد از مکتب سیاسی قم جلوتر است و این جایگاه خرد در اندیشه فقهی شیعه رو به زیبایی نشون میده. اینکه هرگز از الازهر مصر یا دانشگاه‌های معادل، حوزه‌های علمی معادل در اهل سنت چنین پدیده‌های اتفاق نیفتاده، اما از حوزه‌های علمی شیعی همچون علمای به در میآیند که توانستند با ظرافت باعث پیشرفت جامعه خود به سوی حقوق بشر و دموکراسی باشن و اینها حرف بی دلیل نیست. اینکه اولین فقیهی است که واژه حقوق طبیعی را در آثار فقهیش به کار برده است 100 سال پیش و از حقوق ملیه، حقوق وطنیه، حقوق بشریه ایرانیان دفاع کرده است و متاسفانه ایرانیان خبر ندارن که این نکته به چه اهمیت است. این فرض کنید طالبوف یا آخوندزاده نیست، فرقی است که به گفته تقی‌زاده یا به گفته کسروی فتوای او پشتوانه اصلی ستارخان و باقرخان است. میگه من به فتوای علمای نجف تفنگ به دست گرفتم و میجنگم. پشتوانه تئوری که این نکرد، این انقلاب، این مطالبی است که الان بهش میخوام اشاره بکنم. آخوند خراسانی که کتاب او کفایت الاصول بالاترین کتابی است که الان در حوزه های علمیه قم و نجف تدریس میشود و اگر کسی آن را بفهمد مجتهد محسوب میشود. عالمی است که کتابش تکست درسی اجتهادی حوزه های شیعی است و این فرد شأنش شبیه شأن آیت الله خمینی در انقلاب اسلامی، شأن او رهبری نهضت مشروطه است. در مشروطه ما سه ردیف از علما داریم، یک کمتر شناخته شده. ردیف اول مراجع هستند، علمای طراز اول. سه نفر از اینها رهبر دینی مشروطه بودند: میرزا محمد حسین تهرانی، نجل میرزا خلیل، همین شکل امضا میکرد و جالبه که هر سه ایرانی هستن، هر سه مقیم نجف. میرزا محمد حسین تهرانی، شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی. این سه تا با همدیگه اعلامیه های طرفداری از مشروطه را امضا کردن. نهضت مشروطه با فتاوای این سه نفر پیش رفته است و من برخی از فتواهاشون امروز عیناً برای شما میخوانم تا بدانید
چه عظمت علمی و چه روشندینی سیاسی اینها داشتند. اینکه از این مکتب امکان ندارد طالبان بیرون بیاید. این مکتبی است که علمای طراز اولش نه تنها مقابل حرکت‌های پیشروانه و اصلاح طلبانه قرار نمی‌گیرند، بلکه رهبری اون رو به عهده می‌گیرند.